اما سؤال بعدی ما، سوال بعدی ما میگه در شکل مقابل جسم از حال سکون در مسیر افقی و در لحظه تی مساوی با صفر تحت تأثیر نیروی ثابت به حرکت در میاد و بعد از 3 ثانیه نیرو قطع می شود. کل مسافتی که جسم از شروع حرکت تا لحظه ایستادن طی می کنه چند متره؟ جی برابر با 10 متر بر مربع ثانیه، موکا برابر با 3/10 و ام برابر با 4 کیلوگرم. این سوال در کنکور سراسری رشته ریاضی سال 87 مطرح شده. برای اینکه بتونیم مسئله رو راحت تر حل کنیم، شکل ساده ای از جسم و مسیر حرکتش رو رسم می کنیم. مسیر حرکت جسم افقی است، بنابراین فرض می کنیم که جسم روی محور ایکس و در جهت مثبت این محور حرکت می کنه. بنابراین داریم جسم روی محور ایکس و در جهت مثبت این محور حرکت میکنه. در لحظه تی مساوی با صفر، یعنی در مبدا زمان، جسم در مکان ایکس صفر قرار داره و چون جسم در این لحظه ساکنه، وی صفر برابر با صفر. در این لحظه نیروی محرک F به صورت افقی و به سمت راست به جسم وارد میشه. جسم تحت تأثیر نیروی محرک به حرکت در میاد. در نتیجه اندازه نیروی محرک F از اندازه نیروی اصطکاک ایستایی ماکسیموم بیشتره. وقتی که جسم به حرکت در میاد، این نیروها به جسم وارد میشن. نیروی محرک F به سمت راست. نیروی وزن. نیروی عمودی سطح یا تکیه‌گاه. و در خلاف جهت حرکت جسم، نیروی اصطکاک جنبشی از طرف سطح به جسم وارد میشه. اندازه نیروی اصطکاک جنبشی وارد بر جسم ثابته و تغییر نمیکنه و برابر با موکا اف. اما اندازه نیروی اصطکاک جنبشی از اندازه نیروی محرک کوچکتره، چون نیروی اصطکاک جنبشی از نیروی اصطکاک ایستایی ماکسیموم کوچکتره و در خوشبینانه ترین حالت با اون برابر اندازش. بنابراین چون اندازه نیروی محرک از اندازه نیروی اصطکاک ایستایی ماکسیموم بیشتره، بنابراین اندازه نیروی محرک از اندازه نیروی اصطکاک جنبشی بیشتره. بعد از 3 ثانیه نیروی F حذف میشه. خب بنابراین جسم 3 ثانیه تحت تأثیر این نیروها حرکت میکنه و در لحظه تی 1 مساوی با 3 ثانیه نیروی محرک حذف میشه و در نتیجه تنها نیرویی که در راستای افقی به جسم وارد میشه نیروی اصطکاک جنبشی افکاست. جسم در لحظه تی 1 در مکان ایکس 1 قرار داره و سرعت اون برابر با وی 1 که ما سرعت جسم رو در این لحظه نداریم. خب چه نیروی محرک باشه و چه نباشه، نیروی اصطکاک جنبشی به جسم وارد میشه و اندازه نیروی اصطکاک جنبشی نیز ثابته. نیروی اصطکاک جنبشی در خلاف جهت حرکت به جسم وارد میشه. بنابراین از لحظه تی 1 به بعد نیروی اصطکاک جنبشی باعث میشه که اندازه سرعت جسم
کم بشه، یعنی از اندازه سرعت جسم کاسته میشه و نهایتا جسم در لحظه T2 در مکان X2 وای میسه. چون جسم در این لحظه وای میسه، بنابراین سرعت جسم در این لحظه یعنی V2 برابر با صفر. اما اگر دقت کنید از لحظه T1 تا لحظه T2 تنها نیرویی که در راستای افقی به جسم وارد میشه نیروی افکاست. نیروی افکا در خلاف جهت حرکت به جسم وارد میشه و دو نیروی وزن و FN همدیگر رو خنسا میکنن. بنابراین نیروی خالص وارد بر جسم برابر با نیروی اصطکاک جنبشی وارد بر جسم. و چون نیروی اصطکاک جنبشی یک نیروی ثابته، بنابراین طبق فرمول قانون دوم نیوتن داریم شتاب حرکت جسم یعنی بردار شتاب برابر با بردار نیروی خالص وارد بر جسم تقسیم بر جرم جسم. چون نیروی خالص وارد بر جسم در بازه زمانی T1 و T2 ثابته و جرم جسم نیز ثابته، بنابراین در این بازه شتاب حرکت جسم ثابته. بنابراین نوع حرکت جسم در این بازه حرکت با شتاب ثابته و از اندازه سرعت جسم نیز کاسته میشه، بنابراین حرکت کنشمنده نیز هست. خب اما در این بازه سرعت جسم زیاد میشه و چون دو نیروی وارد بر جسم نیروهای ثابت هستن، بنابراین شتاب حرکت جسم نیز در این قسمت ثابته و نوع حرکت جسم تنشونده است. بنابراین در این قسمت حرکت جسم حرکت با شتاب ثابته و تنشونده است. اما اگر دقت کنید صورت مسئله از ما مسافت کل طی شده توسط جسم از لحظه شروع حرکت تا لحظه ایستادن رو خواسته، یعنی صورت مسئله گفته L کل رو به دست بیارید. L کل برابر با چند متر؟ خب چون جسم در جهت مثبت محور X حرکت میکنه و از لحظه شروع تا لحظه ایستادن تغییر جهت نمیده، بنابراین مسافت طی شده توسط جسم در کل حرکت یا در بازه زمانی T0 و T2 برابر با اندازه جابجایی جسم در قسمت اول حرکت به اضافه اندازه جابجایی جسم در قسمت دوم حرکت، یا L کل برابر با اندازه جابجایی جسم در بازه زمانی T0 و T1 به اضافه اندازه جابجایی جسم در بازه زمانی T1 و T2. خب در قسمت اول حرکت ابتدا میایم شتاب حرکت جسم رو به دست میاریم. این دو نیرو که در راسته عمود به جسم وارد میشن همدیگر رو خنسا میکنن، چون جسم در این راستا حرکت نمیکنه. اما در راستای افقی داریم نیروی خالص وارد بر جسم برابر با جرم جسم در شتاب حرکت جسم. خب شتاب حرکت جسم در این قسمت رو A1 می نامیم. خب نیروی خالص وارد بر جسم برابر با نیروی محرک که در جهت حرکت منهای نیروی اصطکاک جنبشی که در خلاف جهت حرکت، در نتیجه F منهای FK برابر با MA1. خب در نتیجه داریم F برابر با 20 نیوتن. خب منهای FK،
خب افکا رو نداریم، باید افکا رو به دست بیاریم. افکا برابر با موکا اف ان. خب موکا اف ان هم که برابر با ام جی است. خب در نتیجه داریم افکا برابر با موکا 3/10 ضرب در جرم برابر با 4 کیلوگرم، جی هم که برابر با 10 متر بر مربع ثانیه. در نتیجه نیروی اصطکاک جنبشی وارد بر جسم برابر با 12 نیوتن. خب در نتیجه میتونیم بنویسیم، خب 20 منهای FK هم که 12 نیوتنه برابر با جرم جسم 4 کیلوگرم ضرب در A1. خب در نتیجه شتاب حرکت جسم برابر با 20 منهای 12 میشه 8. 8 تقسیم بر 4 برابر با 2 متر بر مربع ثانیه. شتاب حرکت در این قسمت میشه 2 متر بر مربع ثانیه. خب چون حرکت تون شونده است، بنابراین در فرمول های حرکت با شتاب ثابت شتاب حرکت رو مثبت جایگذاری می کنیم. خب در این قسمت ما می خواهیم جابجایی رو به دست بیاریم. اندازه جابجایی در این قسمت از این رابطه به دست میاد. دلتا ایکس برابر با 1/2 ای1 تی1 به توان 2 به اضافه وی صفر تی1. این دلتا ایکس 1. خب در نتیجه داریم دلتا ایکس 1 برابر با 1/2 ضرب در ای1 برابر با 2 ضرب در زمان حرکت 3 ثانیه، 3 به توان 2 به اضافه وی صفر که برابر با صفر ضرب در 3 میشه. این جمله حذف میشه. خب در نتیجه دلتا ایکس 1 برابر با 9 متر. خب دلتا ایکس 1 برابر با 9 متر. اما اندازه سرعت V1، خب V1 برابر با A1 T1 به اضافه V0. خب V0 که برابر با 0. در نتیجه V1 برابر با A1 میشه 2 متر بر مربع ثانیه ضرب در T1 3 ثانیه. خب در نتیجه V1 برابر با 6 متر بر ثانیه. خب در نتیجه V1 برابر با 6 متر بر ثانیه. خب حالا میایم دلتا ایکس 2 رو به دست میاریم، اما قبل از اون باید شتاب حرکت رو در این قسمت به دست بیاریم. شتاب حرکت در قسمت دوم و A2 می نامیم. خب در این قسمت 3 نیرو به جسم وارد میشه. یک نیروی اصطکاک جنبشی است که در خلاف جهت حرکت وارد میشه، 2 نیروی وزن و 3 هم نیروی عمودی سطح. 2 نیروی وزن و Fn همدیگر رو خنثا میکنن و در نتیجه نیروی خالص وارد بر جسم برابر با افکا. در نتیجه طبق این فرمول داریم A برابر با اف نت تقسیم بر اف نت برابر با افکا، افکا تقسیم بر ام برابر با A. خب افکا برابر با 12 نیوتن، ام هم که برابر با 4 کیلوگرم. خب در نتیجه A برابر با 3 متر بر مربع ثانیه. اما چون در این قسمت نیروی برایند در خلاف جهت مثبت محور X و
شتاب حرکت نیز در جهت نیروی براینده، بنابراین شتاب حرکت رو در فرمول های حرکت با شتاب ثابت در این قسمت منفی جایگذاری میکنیم. خب در نتیجه در فرمول های حرکت با شتاب ثابت A را منفی جایگذاری میکنیم. خب میخوایم دلتا ایکس دو را به دست بیاریم؟ خب داریم وی دو به توان دو منهای وی یک به توان دو برابر با دو ای دو دلتا ایکس دو. خب شتاب حرکت در این قسمت برابر با ای دو. خب ای دو رو به دست آوردیم، 3 متر بر مربع ثانیه، اما در این رابطه ای دو رو منفی جایگذاری میکنیم. خب وی دو برابر با 0 منهای وی یک 6 متر بر ثانیه به توان دو میرسه برابر با 2 ضرب در ای دو. ای دو میشه منفی 3 ضرب در دلتا ایکس دو. خب این میشه 0 منهای 36 مساوی با، خب این هم میشه منفی 6 دلتا ایکس دو. در نتیجه دلتا ایکس دو برابر با منفی 36 تقسیم بر منفی 6، خب این هم میشه 6 متر. خب در نتیجه L برابر با L کل، خب دلتا ایکس 1 9 متره به اضافه یه دلتا ایکس دو 6 متره. خب در نتیجه L مسافت کل طی شده توسط جسم برابر با 15 متر، یعنی جواب این سوال گزینه 3. اما سوال بعدی ما، سوال بعدی ما میگه یک جسم مسی به جرم 2 کیلوگرم روی یک سطح افقی شدنی در حالت سکون قرار دارد. خب یک جسم مسی روی سطح افقی چدنی قرار داره. خب این سطح افقی چدنی باشه که جسم مسی روی اون قرار داره، این هم جسم مسی باشه. خب جسم مسی روی سطح افقی چدنی در حالت سکون قرار داره، یعنی جسم مسی در ابتدا ساکنه. جرم جسم مسی 2 کیلوگرمه، ام برابر با 2 کیلوگرم. با وارد شدن نیروی افقی 24 نیوتن به جسم مسی، آن جسم همچنان ساکن میمونه. خب اگر بیاییم نیروی محرک 24 نیوتن به صورت افقی به جسم مسی وارد کنیم، میبینیم که جسم مسی همچنان ساکن باقی میمونه. خب اگر نیروی محرک وارد بر جسم مسی برابر با 24 نیوتن باشه، جسم مسی همچنان ساکنه. ولی اگر نیروی وارد شده، یعنی نیروی محرک اندکی بیشتر بشه، جسم مسی شروع به حرکت میکنه. خب اگر بیایم نیروی محرک وارد بر جسم و اندکی از 24 نیوتن بیشتر کنیم، میبینیم که جسم مسی شروع به حرکت میکنه. یعنی جسم مسی در حالتی که نیروی محرک برابر با 24 نیوتنه در آستانه حرکت قرار داره. بنابراین در این حالت، یعنی حالت اول، جسم
در آستانه حرکته. اگر پس از حرکت همان نیروی 24 نیوتن را به جسم وارد کنیم، شتاب جسم 9 متر بر مربع ثانیه میشه. خب اگر ما بیاییم نیروی محرک رو از این 24 نیوتن بیشتر کنیم، میبینیم که جسم مسیح شروع به حرکت میکنه. مثلا اگر بیاییم نیروی محرک 26 نیوتن به این جسم مسیح وارد کنیم، میبینیم که جسم مسیح شروع به حرکت میکنه و شتاب میگیره. اما اگر حین حرکت نیروی محرک رو کم کنیم، یعنی اندازه نیروی محرک رو کم کنیم و اندازش رو به همان مقدار اولیه 24 نیوتن برسونیم، میبینیم که شتاب حرکت جسم مسیح 9 متر بر مربع ثانیه میشه. بنابراین حالت دوم ما اینه، این سطح چدنیه و این هم جسم مسیحه. که روی این سطح چدنی حرکت میکنه و بهش نیروی محرک 24 نیوتن وارد میشه. خب در این حالت جسم در حال حرکته. خب و شتاب حرکت جسم در این حالت برابر با 9 متر بر مربع ثانیه. خب نسبت موس به موکا بین این دو سطح، یعنی بین جسم مسیح و سطح چدنی چقدره؟ خب سوال از ما این نسبت رو خواسته، نسبت موس به موکا، نسبت ضریب اصطکاک ایستایی به ضریب اصطکاک جنبشی. جی را برابر 10 نیوتن بر کیلوگرم فرض کنید. جی هم برابر با 10 نیوتن بر کیلوگرم. خب این حالت اوله و این هم حالت دوم. خب ابتدا حالت اول رو بررسی می کنیم. خب بررسی حالت اول. خب ابتدا نیروهای وارد بر جسم مسیح رو رسم می کنیم. خب نیروی اولی که به جسم مسیح وارد میشه نیروی محرکه که برابره با 24 نیوتن. نیروی بعدی نیروی وزنه. نیروی دیگه‌ای که به این جسم مسیح وارد میشه نیروی عمودی تکیگاهه. خب اما میبینیم که وقتی که نیروی محرک 24 نیوتن به این جسم مسیح وارد میشه، جسم مسیح همچنان ساکنه. بنابراین نیروی در خلاف جهت نیروی محرک به جسم مسیح وارد میشه و این نیروی اصطکاک ایستاییه. خب به جسم مسیح در خلاف جهت نیروی محرک نیروی اصطکاک ایستایی وارد میشه. اما چون جسم در آستانه حرکت قرار داره در این حالت، نیروی اصطکاک ایستایی ماکزیمومه. خب در این حالت جسم همچنان ساکنه. جسم همچنان ساکن. خب در نتیجه شتاب حرکت برابر با صفر، در نتیجه نیروی خالص وارد بر جسم برابر با ام ای برابر با صفر. خب در نتیجه نیروهایی که به جسم وارد میشن همدیگر رو خنثا میکنن. دو نیروی Fn و W که در راستای عمودی به جسم وارد میشن همدیگر رو خنثا میکنن. در نتیجه Fn برابر با وزن برابر با mg. همچنین
نیروی اصطکاک ایستایی ماکزیموم نیروی محرک رو خنثی میکنه. خب اف اس ماکزیموم برابر با اف محرک. خب از این روابط، یعنی رابطه یک و دو، میتونیم نتیجه بگیریم. این رابطه یک باشه و این هم رابطه دو. از رابطه یک داریم Fn برابر با Mg، M برابر با 2 کیلوگرم، G 10 نیوتن بر کیلوگرم، Fn برابر با 20 نیوتن. از رابطه دو نیز میتونیم نتیجه بگیریم که نیروی اصطکاک ایستایی ماکزیموم برابر با F محرک برابر با 24 نیوتن. خب اما در اینجا ما میتونیم از رابطه اصطکاک ایستایی ماکزیموم استفاده کنیم و ضریب اصطکاک ایستایی یعنی مو اس رو به دست بیاریم. اف اس ماکزیموم برابر با مو اس اف ای. در نتیجه اف اس ماکزیموم که برابر با 24 نیوتن برابر با مو اس که مجهوله ضرب در اف ان، اف ان برابر با 20 نیوتن. در نتیجه داریم مو اس برابر با 24 تقسیم بر 20. خب 24 تقسیم بر 4 میشه 6، 20 تقسیم بر 4 میشه 5. در نتیجه مو اس برابر با 6/5. خب حال حالت دوم رو مورد بررسی قرار میدیم. بررسی حالت دوم. در حالت دوم جسم در حال حرکت و نیروی محرک به صورت افقی به جسم مسی وارد میشه. نیروی محرک در این حالت نیز مانند حالت اول برابر با 24 نیوتن. چون جسم در این حالت حرکت میکنه، بنابراین در خلاف جهت حرکت جسم نیروی اصطکاک جنبشی از طرف سطح شدنی به جسم مسی وارد میشه و نمیذاره که جسم مسی به راحتی حرکت کنه. اما به جز این دو نیرو، دو نیروی دیگه به این جسم مسی وارد میشن. نیروی وزن از طرف مرکز زمین و نیروی عمودی سطح یا تکیه‌گاه. چون جسم مسی در راستای عمودی حرکت نمی‌کنه، بنابراین نیروهایی که در راستای عمودی به جسم مسی وارد میشن همدیگر رو خنثی میکنن، یعنی Fn W خنثی میکنه. بنابراین Fn برابر با دبلیوس برابر با Mg. M برابر با 2 کیلوگرم، 2 ضرب در G، G هم که برابر با 10 نیوتن بر کیلوگرم. خب در نتیجه Fn برابر با 20 نیوتن. خب اما چون جسم حرکت میکنه و شتاب حرکت برابر با نومتر بر مربع ثانیه، میایم فرمول قانون دوم نیوتن رو برای حرکت جسم به کار میبریم. خب نیروی خالص وارد بر جسم مسی در این حالت برابر با جرم جسم در شتاب حرکت جسم. خب جرم جسم برابر با 2 کیلوگرم و شتاب حرکت جسم در این حالت برابر با 9 متر بر مربع ثانیه. 2 ضرب در 9 میشه 18، یعنی نیروی خالص وارد بر جسم 18 نیوتن میشه. خب اما این دو تا نیرو همدیگر رو خنثی میکنن، بنابراین نیروی خالص وارد بر جسم برابر با نیرویی که در جهت حرکت به جسم وارد میشه، نیروی محرک منهای نیرویی که در خلاف جهت حرکت به جسم وارد میشه، منهای اف کا.
یعنی اف ان ال برابر با اف محرک منهای اف کا. خب در اینجا اگر دقت کنید اف نت برابر با 18 نیوتن، نیروی محرک برابر با 24 نیوتن منهای اف کا. خب در نتیجه نیروی اصطکاک جنبشی به دست میاد. خب اف کا برابر با 24 منهای 18 برابر با 6 نیوتن. اما نیروی اصطکاک جنبشی از این رابطه به دست میاد، اف کا برابر با موکا اف ان. خب از این رابطه ما میتونیم موکا را به دست بیاریم، یعنی ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم مسیح و سطح چدنی. خب اف کا برابر با 6 نیوتن. خب موکا را که نداریم، اف ان هم برابر با 20 نیوتن. خب در نتیجه موکا برابر با 6 تقسیم بر 20. خب 6 تقسیم بر 2 میشه 3، 20 تقسیم بر 2 میشه 10. خب در نتیجه این نسبت رو میتونیم به دست بیاریم. خب مو اس تقسیم بر موکا، مو اس برابر با 6 پنجم، موکا 3 دهم. خب در نتیجه داریم 6 ضرب در 10 تقسیم بر 3 ضرب در 5. خب 6 تقسیم بر 3 میشه 2، 10 تقسیم بر 5 میشه 2، 2 ضرب در 2 میشه 4. یعنی نسبت ضریب اصطکاک ایستایی به ضریب اصطکاک جنبشی برابر با 4. یعنی جواب این سوال گزینه 4. اما سوال بعدی ما، میگه در شکل روبرو ضریب اصطکاک جنبشی 4/10 و شتاب حرکت جسم 2.5 کیلوگرمی 2 متر بر مربع ثانیه است. خب ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح یعنی موکا برابر با 4/10. جرم جسم یعنی ام برابر با 2.5 کیلوگرم و در این حالت شتاب حرکت جسم یعنی A1 برابر با 2 متر بر مربع ثانیه. شتاب حرکت جسم در حالت اول رو A1 می نامیم. نیروی F' را چند نیوتن افزایش دهیم تا حرکت جسم یک نواخت شود؟ خب نیروی F' را چند نیوتن افزایش دهیم، یعنی دلتا F' برابر با چند نیوتن باشه تا حرکت این جسم یک نواخت بشه؟ شتاب گرانشی زمین برابر با 10 نیوتن بر کیلوگرم و در ابتدا F' برابر با F، یعنی در حالت اول F' با نیروی محرک F اندازش برابره. در حالت اول F' برابر با F، در حالت اول F' یک می نامیم. F' یک برابر با F. خب در حالت اول میاییم نیروهایی که به این جسم وارد میشن رسم میکنیم. خب این حالت اوله. خب نیروی افقی F به سمت راست به جسم وارد میشه. نیروی F'1 که برابر با F به صورت قائم و رو به پایین به جسم وارد میشه. نیروی وزن از طرف مرکز زمین به جسم وارد میشه. نیروی عمودی سطح از طرف سطح به جسم وارد میشه و
بر سطح هم عموده. چون جسم حرکت میکنه در خلاف جهت حرکت جسم، نیروی اصطکاک جنبشی از طرف سطح به جسم وارد میشه. نیروی اصطکاک جنبشی در حالت اول رو Fk مینامیم. خب اگر دقت کنید این جسم در راستای قائم حرکت نمیکنه، بنابراین نیروهایی که در راستای قائم به این جسم وارد میشن همدیگر رو خنسا میکنن. خب در نتیجه نیروی Fn که رو به بالاست دو نیروی F' یک و W خنسا میکنه، در نتیجه داریم Fn برابر با F' یک به اضافه W. این رابطه رو رابطه یک مینامیم. از رابطه یک میتونیم نتیجه بگیریم Fn برابر با F' یک برابر با F به اضافه W هم که میشه Mg، در نتیجه Fn برابر با اندازه F در حالت اول به ما نداریم. خب F رو می‌نویسیم به اضافه M برابر با 2.5 کیلوگرم، G هم که برابر با 10 نیوتن بر کیلوگرم، ضرب در 10 میشه این 2.5. خب در نتیجه Fn برابر با F به اضافه 25، 2.5 ضرب در 10 میشه 25. خب این هم رابطه دوم ما باشه. خب حال میاییم نیروی اصطکاک جنبشی در این حالت رو به دست میاریم. F یکا برابر با موکا F. خب موکا برابر با 14. Fn در این حالت که برابر با F به اضافه 25، در نتیجه F یک برابر با، خب 14 ضرب در F میشه 14 F به اضافه 14 ضرب در 25 میشه 10. خب این هم نیروی اصطکاک جنبشی است در حالت اول، این هم رابطه 3 باشه. خب حالا میایم قانون دوم نیوتن رو برای حرکت این جسم می‌نویسیم، یعنی برای حرکت جسم در حالت اول فرمول قانون دوم نیوتن رو می‌نویسیم. نیروی برایند وارد بر جسم برابر با جرم جسم ضرب در شتاب حرکت جسم در این حالت. خب اما نیروی برایند وارد بر این جسم، خب نیروهایی که در راستای عمودی به این جسم وارد میشن همدیگر رو خنثی میکنن، بنابراین نیروی برایند وارد بر این جسم برابر با F منهای F یک F نت نیروی خالص وارد بر جسم برابر با نیروی محرک که در جهت حرکت منهای نیروی F یک که در خلاف جهت حرکت به جسم وارد میشه. خب در نتیجه داریم، خب یعنی از این دوتا نتیجه میگیریم که F منهای F یک برابر با M ضرب A یک، در نتیجه داریم F. خب F رو در حالت اول به ما نداده، F منهای F یک F یک طبق رابطه 3 برابر با 14 F به اضافه 10. خب این هم برابر با M، M 2.5 کیلوگرم ضرب در A یک، A یک برابر با 2 متر بر مربع ثانیه، در نتیجه میتونیم بنویسیم F منهای 14 F منهای 10 برابر با 5، 2 ضرب در 2.5 میشه 5، در نتیجه داریم F منهای 14 F میشه 16 F. خب منفی 10 رو به طرف راست میبریم میشه مثبت 10، 10 به اضافه 5 میشه 15، در نتیجه F برابر با
پانزده تقسیم بر شیشده هم. F برابر با 150 تقسیم بر 6. خب 150 تقسیم بر 6 میشه 25. در نتیجه F برابر با 25 نیوتن. یعنی در حالت اول F پریم، یعنی F پریم 1 برابر با 25 نیوتن که برابر با F برابر با 25 نیوتن، یعنی نیروی محرک وارد بر جسم برابر با 25 نیوتن. خب این رابطه چهارم ما باشه. خب اما در حالت دوم میای اف پریمو زیاد میکنیم. خب اگر اف پریمو افزایش بدیم، خب نیروی عمودی سطح بیشتر میشه و در نتیجه طبق رابطه FK مساوی با موکا FN، چون FN افزایش پیدا میکنه FK نیز افزایش پیدا میکنه، یعنی نیروی اصطکاک جنبشی وارد بر جسم افزایش پیدا میکنه. در نتیجه از اندازه شتاب جسم کاسته میشه. خب اگر اف پریمو به تدریج زیاد کنیم، اف یک نیز به تدریج زیاد میشه و در نهایت نیروی اف یک با نیروی محرک اف برابر با 25 نیوتن برابر میشه و در نتیجه سرعت جسم ثابت میشه و جسم با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه میده و شتاب حرکت جسم صفر میشه. خب بنابراین ما این نیروی اف پریمو تا جایی افزایش میدیم که نیروی اصطکاک جنبشی با نیروی محرک وارد بر جسم برابر بشه و شتاب حرکت جسم صفر بشه و جسم با سرعت ثابت حرکت کنه. بنابراین در حالت دوم داریم خب این سطح باشه و این هم جسم 2.5 کیلوگرمی ما. در حالت دوم نیروی محرک F که برابر با 25 نیوتن به صورت افقی به سمت راست به جسم وارد میشه. خب نیروی F' افزایش میدیم. خب اندازه اون میشه F'2. خب نیروی وزن رو به پایین به جسم وارد میشه، چون نیروی F' ما افزایش پیدا کرده، در نتیجه نیروی Fn هم بیشتر میشه. خب اگر دقت کنید، وقتی که نیروی اف پریم که به صورت عمودی و رو به پایین به جسم وارد میشه بیشتر بشه، نیروی که این جسم به سطح زیرین خود به صورت عمودی وارد میکنه بیشتر میشه و در نتیجه واکنش اون، یعنی نیرویی که سطح به جسم وارد میکنه و بر سطح عمودی، یعنی نیروی عمودی سطح بیشتر میشه. وقتی که نیروی عمودی سطح بیشتر بشه، خب اون موقع نیروی اصطکاک جنبشی بیشتر میشه، نیرویی که سطح در خلاف جهت حرکت به جسم وارد میکنه. در این حالت جسم با سرعت ثابت حرکت میکنه. خب جسم حرکت یک نواخت داره. خب در نتیجه سرعت جسم ثابته، سرعت جسم ثابت و در نتیجه شتاب حرکت جسم در حالت دوم برابر با صفر. این حالت دومه. خب اگر قانون دوم نیوتن رو برای این حالت بنویسیم، داریم
خب اف نت برابر با ام ضرب ای دو. خب ای دو برابر با صفر، در نتیجه نیروی خالص وارد بر این جسم برابر با صفر. در نتیجه داریم نیروهایی که در راستای عمودی به جسم وارد میشن همدیگر رو خنثا میکنن، در نتیجه اف ان برابر با اف پریم دو به اضافه دبلیو، و همچنین اف دو کا برابر با اف، یعنی برابر با نیروی محرک، یعنی نیروی اصطکاک جنبشی نیروی محرک رو خنثا میکنه. اف هم برابر با 25 نیوتن. خب اف دو کا رو به دست آوردیم. خب طبق رابطه 5 داریم، خب اف دو کا برابر با موکا اف ان. خب اما اف دو کا برابر با 25 نیوتن. خب در نتیجه میتونیم بنویسیم، خب 25 برابر با موکا 14 ضرب در اف ان، نیروی عمودی سطح در حالت دوم. در نتیجه میتونیم بنویسیم اف ان برابر با 25 تقسیم بر 14، خب میشه 250 تقسیم بر 4. خب 250 تقسیم بر 4. خب خب میشه 62 نیم. اف ان در حالت دوم 62 نیم نیوتن میشه. خب اگر دقت کنید از رابطه 6 میتونیم نتیجه بگیریم. خب اف ان 62 نیم نیوتن برابر با اف پریم دو، اف پریم دو نداریم، به اضافه ام جی دبلیو میشه 2.5 ضرب در جی، جی هم که 10 نیوتن بر کیلوگرمه. در نتیجه داریم 62.5 برابر با اف پریم دو به اضافه، خب 2.5 ضرب در 10 میشه 25. در نتیجه اف پریم دو برابر با 62.5 منهای 25 برابر با 62.5 منهای 25. خب میشه 37.5. اف پریم دو برابر با 37.5 نیوتن. خب این هم رابطه هفتم ما باشه. خب از دو رابطه 4 و 7 داریم، دلتا اف پریم برابر با اف پریم دو منهای اف پریم یک، اف پریم دو برابر با 37.5 منهای اف پریم یک 25 نیوتنه. در نتیجه داریم خب 37.5 منهای 25 میشه 12.5، دلتا اف پریم برابر با 12.5 نیوتن. یعنی اگر 12.5 نیوتن اف پریم رو افزایش بدیم، خب اون موقع نیروی اصطکاک که در خلاف جهت حرکت به جسم وارد میشه با نیروی محرک برابر میشه، و اون موقع شتاب جسم برابر صفر میشه و جسم با سرعت ثابت
حرکت میکنه و به حرکت خود با همین سرعت ادامه میده. بنابراین جواب این سوال گزینه یک. اما سوال بعدی ما، میگه شخصی روی یک سطح افقی یک صندوق را به سمت شرق هل میدهد. خب ابتدا جهت‌های جغرافیایی رو روی تخته مشخص میکنم. خب اگر این جهت شمال باشه و این هم جهت جنوب، خب دست راست من میشه جهت شرق و دست چپ من میشه جهت غرب. خب یک سطح افقی داریم که روی این سطح افقی صندوقی به حالت سکون قرار داره. خب این هم صندوق که در ابتدا ساکنه. خب شخصی میاد به این صندوق نیروی به صورت افقی و به سمت شرق وارد میکنه. خب در این عمل نیروهای استکاک وارد بر شخص و صندوق به ترتیب از راست به چپ هر یک به کدام جهت است؟ این سوال در کنکور سراسری رشته تجربی سال 96 مطرح شده. خب اگر اندازه نیروی شخص یا اندازه نیروی محرک وارد بر صندوق کوچکتر یا مساوی با اندازه نیروی استکاک ایستایی ماکسیموم باشه، اون موقع صندوق نمیتونه حرکت کنه و صندوق همچنان ساکن باقی میمونه. بنابراین اگر اندازه نیروی شخص که در اینجا نیروی محرک وارد بر صندوق کوچکتر یا مساوی با FS ماکسیموم باشه، اون موقع صندوق همچنان ساکن باقی میماند. خب اگر صندوق که بهش نیروی شخص وارد میشه ساکن باقی بمونه، نیروی دیگری در خلاف جهت نیروی شخص بهش وارد میشه که نیروی شخص رو خنثی میکنه. بنابراین از طرف سطح به صندوق نیروی استکاک ایستایی در خلاف جهت نیروی شخص وارد میشه و نیروی شخص رو خنثی میکنه. بنابراین نیروی استکاک ایستایی وارد بر صندوق جهتش به سمت غربه، یعنی جهت FS در خلاف جهت نیروی محرکه. خب اما اگر اندازه نیروی شخص از اندازه نیروی استکاک ایستایی ماکسیموم بیشتر باشه، صندوق شروع به حرکت میکنه. خب اگر این سطح افقی باشه و این هم صندوق، و این هم نیروی شخص که به سمت شرق به صندوق وارد میشه، اگر اندازه نیروی محرک وارد بر صندوق یا اندازه نیروی شخص بزرگتر از اندازه FS ماکسیموم باشه، اون موقع صندوق شروع به حرکت میکند در جهت F شخص. خب بنابراین در خلاف جهت حرکت به صندوق نیروی استکاک جنبشی از طرف سطح وارد میشه. خب FK به صندوق در خلاف جهت حرکت وارد میشه، یعنی جهت نیروی استکاک جنبشی به سمت غربه.
بنابراین چه صندوق تحت تأثیر نیروی شخص ساکن باقی بمونه و چه حرکت کنه جهت نیروی اصطکاک وارد بر صندوق به سمت غربه. بنابراین گزینه های 1 و 4 حذف میشن و گزینه های 2 و 3 باقی میمونن. اما نیروی اصطکاک وارد بر شخص، خب شخص میخواد صندوق رو به سمت شرق حرکت بده. خب در نتیجه وقتی این کار رو انجام میده، خب پای شخص روی سطح به این صورت قرار میگیره، پای شخص به سطح نیروی به سمت غرب وارد میکنه. در نتیجه طبق قانون سوم نیوتن، سطح نیز به پای شخص نیروی در خلاف جهت ولی هم اندازه وارد میکنه. یعنی نیرویی که سطح به پای شخص وارد میکنه به سمت شرقه. خب اگر این پای شخص باشه، خب شخص میخواد صندوق رو به سمت شرق حرکت بده. خب در نتیجه پای شخص به سطح افقی نیروی به سمت غرب وارد میکنه. این F' S باشه. F' S نیرویی است که پای شخص به سطح افقی به سمت غرب وارد میکنه. بنابراین طبق قانون سوم نیوتن، سطح افقی به پای شخص نیروی هم اندازه ولی در خلاف جهت وارد میکنه. این هم FS. FS نیرویی است که سطح افقی به پای شخص وارد میکنه. چون پای شخص نسبت به سطح افقی حرکت نمیکنه، بنابراین نیرویی که سطح افقی به پای شخص وارد میکنه نیروی اصطکاک ایستایی است. و این نیروی اصطکاک ایستایی که به سمت شرق به پای شخص وارد میشه باعث میشه که شخص بتونه به سمت شرق حرکت کنه. بنابراین نیروی اصطکاک ایستایی از طرف سطح افقی به پای شخص به سمت شرق وارد می شود و باعث می شود که شخص بتواند به سمت شرق حرکت کند. خب اگر دقت کنید، نیروی اصطکاک وارد بر شخص به سمت شرقه و نیروی اصطکاک وارد بر صندوق به سمت غربه. بنابراین جواب این سوال گزینه 3.